سیاست جدید مدیریت بارسا، تفرقه بینداز حکومت کن. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مارکا میگوید اختلاف در رختکن بارسا به اوج رسیده و بارتومئو رئیس این باشگاه از این اختلاف برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کند. با وجود پیروزی 5-1 بارسا مقابل فرانسواروش در اولین دیدار این تیم در لیگ قهرمانان، روزنامه مارکا در گزارش مدعی شد اختلاف در رختکن بارسا به اوج رسیده و بارتومئو رئیس باشگاه نه تنها از این اختلاف ناراضی نیست، بلکه از آن برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کند. با وجود همه تلاش‌ها، آپدمی کرونا از نظر مالی فشار زیاد به باشگاه وارد کرده و با کاهش 25% بودجه انجامیده و در نتیجه کاهش دستمزد بازیکنان را الزامی کرده است. برنامه باشگاه برای مقابله با این وضعیت روشن بود. کاهش دستمزد بازیکنان که سالهای اولی قراردادشان را پشت سر می‌گذارند و دست نزدن به دستمزد کسانی که در سالهای پایانی قرارداد خود هستند. بارتومئو برای پیشبرد در این سیاست خود روی عدم اتحاد موجود در رختکن بارسا حساب کرد. در مقابل اکثر بازیکنان بارسا، از جمله 4 کاپیتان این تیم، با ارسال نامه ای گفتند حاضر نیستند بر سر کاهش دستمزدهای خود با هیئت مدیره فعلی مذاکره کنند. اما با افزایش فشارها چند بازیکن حاضر به مذاکره شدند. ترشتگن از چند ماه قبل مشغول مذاکره برای تمدید قراردادش بود، ولی مذاکره دیانگ که فصل گذشته به بارسا ملحق شده عجیب به نظر می رسد. از همه عجیبتر مذاکره جرارد پیکه بوده که نامه بازیکنان بارسا به هیئت مدیره را امضا کرده است. او بعد از آن اما با باشگاه مذاکره کرد و بر سر تمدید قراردادش تا سال 2024 به توافق رسید. بارتومئو برای پیشبرد سیاست‌های خود از سیاست قدیمی تفرقه بینداز حکومت کن استفاده کرد. باید دید این سیاست مدیریت در زمین چمن چه تأثیری روی عملکرد تیم می‌گذارد. اکثر تحلیلگران انتظار دارند شاید تاثیرگذاری منفی این سیاست در مستطیل سبز باشد. منچستر یونایتد در پاریس در شروع فصل جدید لیگ قهرمانان به مساف پی‌اس‌جی رفت و موفق شد مثل دیدار قبلی دو تیم در این رقابت‌ها حریفش را شکست دهد. منچستر یونایتد که 2-1 به پیروزی رسید به رکورد جدید دست یافت. شیاطین سرخ برای اولین بار در تاریخ خود موفق شدند رکورد 10 پیروزی خارج از خانه پیاپی را ثبت کنند. منچستر یونایتد در پاریس ابتدا با گل برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و با اینکه با گل به خودی آنتونی مارسال بازی را مساوی دید، ولی رشفورد 3 دقیقه مانده به پایان بازی گل پیروزی بخش را برای تیمش به ثمر رساند. شاگردان سولشایر به این ترتیب 10مین پیروزی خارج از خانه متوالی خود را جشن گرفتند. روند که از پیروزی 2-1 آنها مقابل نروژ در جام اتحادیه به تاریخ 27 جون آغاز شده است. بعد از آن بازی شیاطین سرخ موفق شده اند در خارج از خانه برایتون 3 بار، آستون ویلا، کریسال پالاس، لسل، لوتون تاون، نیوکاسل و حالا پاریس سن ژرمن را شکست داده و به رکورد جدید در تاریخ این باشگاه دست پیدا کنند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.